علیکم. سلام علیکم آقای بنی صدر، روزتون بخیر. روز شما هم خوش. خوبید الحمدلله؟ بله الحمدلله، شما خوبید؟ خدا سلامت باشید. اتفاقاً داشتیم شما نبودید یک بار با آقا جمال گپ می‌زدیم که در خدمت شما هستم. که جناب بنی صدر الان وقتتون آزاده؟ من بله بله. در حال اولا خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگر اجازه بدین من یک ذره برم سراغ سوالا، متوجه اینکه شما وقتتون تنگه. ببینید تو این یک سال گذشته ما میبینیم که تغییرات زیادی آقای خامنه‌ای تو سپاه پاسداران دادن و تو رده‌های ارتش میدن. در کل یکی از چیزها اینه که مثل صدام حسین عدم اعتماد به فرماندهیه. شما با توجه به اینکه فرمانده کل قوا بودی تو اون سالها، شما این تغییرات رو چگونه میبینید؟ یعنی به نفع سیستم نظامی دفاعی کشور یا نه؟ فرق میکنه. فرماندهی کل قوا در دموکراسی و آزادی با این فرماندهی در استبدادی از این نوع که الان در ایران است. بله. در اون اولی اصل بر اینه که نیروی مسلح باید از کشوره. بله. بنابراین مقام های فرماندهی باید در اختیار کسانی باشه که بیشترین دانش رو دارن، بیشترین تجربه رو دارن و شجاعت لازم رو برای تصمیم گیری های خطیر. بله. در سیستم استبدادی درست عکس اینه، اصل بر وفاداری است. کی وفادارتره، کی مطیع‌تره، کی تا به اصطلاح آمادگی سرکوب داره وقتی رژیم لازم داره. درسته. و این تغییراتی که آقای خامنه‌ای داده است از این نوعه. مثلا آقای صفوی رو برداشت، این آقای جعفری رو گذاشت. به لحاظ این که آقای رحیم صفوی در با مشی این آقای رهبر و نیز با این ترتیب اداره کشور از طرف آقای احمدی نژاد موافق نبود، سازگار نبود با اون، درجه اطاعتش هم پایین تر بود. لحاظ اینکه اینا آدم هایی هستن که میگفتن ما بانیان سپاه پاسداران بودیم و در جنگ شرکت کردیم و برای خودشون به اصطلاح یک حقوق رو منزلت های قائل بودن. بعدن خدمت بعد تغییرات برای این بوده که و یکی این که بعد هم میدونید که به اصطلاح گفتن که مسئولیت سپاه داخلی است و در سی بخش تقسیم کردن، بعد در سی جو به سپاه ملحق کردن. همه اینها پیشا پیش برای مقابله با جنبش همگانی مردم ایران. درست. حالا که جنبش رخ داد معلوم شد که اون به اصطلاح تجدید سازمان و تجدید رهبری چه هدفی رو تعقیب میکرده، خصوص در از با تقلب در انتخابات 22 خرداد و از اون بپس. خب با توجه به این اگه ما این اصل رو بپذیریم که نظرتون هم به نظر درست میاد، خدمت شما عرض کنم که واقعا خب الان با این شرایط مخصوصا با قراردادهایی که میلیاردی سپاه بسته، آیا یه همچین سپاه، چون این سپاهی که الان هست، فرماندهی سپاهی که هست که مرفه هم زندگی میکنه و با این قراردادهای میلیاردی مثل اصلویه و اینها، آیا و با مقایسه با اون زمانی که خود شما تو جبهه بودید یا سپاهیایی که بودن تو کانکس زندگی میکردن در بدترین شرایط زندگی میکردن، به قول تابناک یه بار نوشته بود ارتش چاق‌های عربستان سعودی مسخره کرده در ارتش عربستان تو یمن، آیا واقعا این فرماندهان چاق فربه میتونند واقعا توی یک جنگ خارجی از ایران دفاع بکنن با توجه به اینکه سیستم داره پوش میکنه که داره بسیار فشار میاره که یکی مثل جریان 60 حمله بکنه به ایران، حالا اسرائیل، یکی که بتونه بحران رو به خارج منتقل کنه؟ شما یک نیروی مسلح وقتی مقابل میشه با یک ارتش متجاوز، تنها توان تسلیحاتی اونیش که میتونه
توانایی به بهش بده در دفاع از کشور. پشتیبانی مردم رو لازم داره، روحیه متناسب با مقابله رو لازم داره. و عرض کنم به شما دانش و فن لازم داره و نوع سازماندهی متناسب با دفاع رو لازم داره. حالا من اینا برای شما یکی دیگه توضیح میدم. وقتی عراق به ایران حمله کرد، خب ارتش ما رو این ملاتاریا پیشاپیش متلاشی کرده بود. نتیجه ارتش عراق فکر میکرد به این که در چند روز کار ایران تمامه. آقای صدام حسین هم 1000 نفر خبرنگار دعوت کرده بود به بغداد که اینا رو بعد بیاره در اهواز جشن پیروزی بگیره. ولی این ارتش اولا به دلیل دانش و فنی که فرماندهان داشتن، ثانیاً به لحاظ فرصتی که این تجاوز عراق به ارتش ایران داد برای اینکه تبدیل بشه به یک ارتش ملی در مقام دفاع از ایران و اعتبار و حیثیت ملی به دست بیاره، و برخورداری که پیدا کرد از حمایت مردم و تجدید سازمان ارتش از یک ارتشی که ساخت گرفته بود برای دفاع از رژیم پهلوی به یک ساخت مردم سالار که امکان اتکار رو به جنگجویان از سرباز به بالا میداد. به این ترتیب که روشن بکنم، در همون روزهای اول جنگ برای اینکه آزاد بشوند این استعدادهای انسانی، ما اسلحه بسیار کم داشتیم و انسان با اسلحه مقابل بشود، من اختیارات فرماندهی کل قوا رو توضیح کردم در سلسله مراتب. هر مقام به اندازه مسئولیتی که داشت از اختیارات فرماندهی کل قوا برخوردار شد. سربازی که در سلا تفنگ به دست روبروی سرباز دشمن قرار می گرفت، و این اتکاراتی رو آزاد کرد، استعدادهایی رو آزاد کرد و اونها توانستن ارتش مهاجم رو مهار کنن، زمینگیر کنن، و در 6 ماه جنگ ما نه تنها ابتکار به دست ارتش ایران افتاد، بلکه نقشی از اون زمین های گرفته شده رو برگردوندیم. در خرداد 60 بنابراین چی که رئیس ستاد وقت شهید فلاحی ببخشید گزارش کرده، در مطبوعات اون زمان هم انتشار پیدا کرد، 40% فقط از زمین ها در اختیار ارتش متجاوز بود، دریال پس گرفته شده بود. این هم حالا شما سوالتون این است که این سپاه پاسدار این روحیه رو، این اسباب چهارگانه رو دارد؟ جواب این است که نه، ندارد. به لحاظ همین که یک ارتشی که نیروی مسلحی که دولت رو تصرف کرد و کارش رو تصدی روزمره سرکوب مردم، نوعیت مردم رو نمیتونه داشته باشه. یک، چون اقتصاد کشور رو قبضه کرده، الان 70% اقتصاد دست این آقایان هست، عملا در موضع فداکاری و اون روحیه لازم سربازی و جانبازی نیست. درسته، با هم سازگاری ندارن. اقتصاد هم اقتصاد متناسب با مقابله با قوای متجاوز نیست. برای اینکه فرض کنید که اگر این بخش اقتصادی که دست سپاه هست دشمن بزند، بقیه اقتصاد ایران